بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر، خیلی خوش اومدید. امشب برنامه ویژه‌ای داریم در شبکه افق. خدمت حضرت آیت الله میرباقری هستم. خیلی خوش اومدید اونجا. خیلی لطف کردید. سلامت باشید. خیلی ممنون. سال هاست که منتظر همچین فرصتی بودیم. قسمت امشب شد که در این برنامه هم بحث خودمون رو خواهیم داشت و هم با یکی دو نفر از کارشناسای غربی مصاحبه خواهیم داشت که بعد برمیگردیم و بحث خواهیم کرد و مطالب دیگه. حاجا خیلی خوش اومدیم به برنامه و بحث امشب هم بحث باز تقابل تمدن ها هستش که شروع میکنیم و خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولا که تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار قرار دادید. بسیار خرسند هستم، در محضر شما هستم و در برنامه فاخر شما شرکت میکنم و از همه و خدمت همه بینندگان عزیز برجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. همچنین شهادت سرداران بزرگ اسلام مفید سردار سلیمانی رو و شهدای هواپیما و حادث هواپیمایی رو و بزرگواران عزیزانی که در کرمان به شهادت رسیدند همه رو تسلیت عرض میکنم و برای همه از خدای متعال آرزوی ترفیع درجات دارم. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. من خیلی آزاد حاجا، من بحث این همین بحرانی که الان پیش اومد و همین حادثه‌ای که گذشت و همچنان هم تحلیلش ادامه داره خودش نیاز به یک صحبت داره. یکم اون بحث مهمی که این تقابل، یعنی حضور انقلاب اسلامی تو صحنه ایجاد یک تقابل جدی کرده و عکس العمل طی این 40 سال از اون طرف که ابعاد مختلفی داره، چیزهایی که قبلا وجود خارجی نداشت در ایالات متحده مثل مراکز اندیشکده صهیونیستی در واشنگتن وجود خارجی نداشت تا بعد از انقلاب اسلامی و موزه گیری و و و همین ادامه دار و موازه که اونها گرفتن، ایجاد شبه اسلام و دشمن اسلام به دست خود ایالات متحده، اینا همه و اون حرفایی که اون اول بعضی از متفکرین غرب زدن، پایان تاریخ و امثال هم، یکی از دغدغه‌های حضرت عالی بحث تمدن ها بود. خیلی بحث مهمیه. انقلاب اسلامی در واقع یک جریانی است که خود به خود یک بحثی رو 1979 به بعد یک جریانی شروع، واقعا یک وارد یک عصر جدیدی شدیم. فقط ما اینو نمیگیم، مسیحیان اینو میگن که این در جای خودش باید با حوصله اینو باز کرد و تحلیل کرد. و این تقابل یک تقابلی است که در واقع آخرالزمانی هم هست. مثلا اینکه 1400 سال صبر کردیم به این مرحله برسیم، یه چیزی احیا شده و به شدت در مقابلش میستن و انواع طرح‌ها دارن، یکیش خارجی یکیش داخلیه، از داخل نفوذ پیدا میکنن و سعی میکنن که تخریبش کنن. این میدونم که یکی از دغدغه‌های حضرت عالی بوده. می‌خواستم از اینجا شروع بکنیم و بعد بریم به طرف بحث‌های دیگه هژمونی غرب. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم تلقی اینه که یکی از بحث‌هایی که الان به شدت بعد بهش بپردازیم در پی حوادث اخیر همین مقیاس درگیری انقلاب اسلامی است. از آغاز جز هوشمندان متوجه نشدند که چه اتفاق بزرگی در جهان داره میفته. معمار بزرگ انقلاب اسلامی میدونست داره چه کار میکنه. از سال 42 اعلام کرده بودند که ما دنبال ایجاد یک حادثه بزرگ جهانی هستیم در مسیر ظهور، و سران دشمن و شیاطین هم متوجه این امر شدند. اما بعد از اشغال لانه جاسوسی، تا قبل از او احساس میکردن که یک انقلاب در از کنم دنیای سومه و از طریق گستره ایدئولوژی غرب میتوان این انقلاب رو مهار کرد. ولی بعد از اینکه بعد از اشغال لانه جاسوسی از مرزهای خودش عبور کرد، به خصوص اون ابهت سیاسی غرب رو، هژمونی قدرت نظامی غرب رو که به ویژه در جنگ جهانی اول و دوم به دست آورده بودن شکست. چون میدونید واقعا اینا
همین به تعبیر است آقا این جنتلمن هایی که کروات میزنن و کلم میزنن 150 میلیون آدم در جنگ جهانی کشتار کردن. حالا یه موقعی مدل کشتارهاشون هم گاهی اوقات گفته بشه در همین ژاپن بیش از 10 میلیون همین ژاپن آدم کشته، فرانسه همینطور، انگلستان همینطور، شخم زده برلین و انگلستان، آلمان هم که میدونه دیگه معروفه دیگه، آدم ها رو، لهستانی ها رو سوار کامیون میکردن جای بار کامیون و منفضا رو میبستن، دود کامیون رو میدادن توی این فضا، در عرض 2 کیلومتر اینا همه خفه میشدن، میریختن پایین، میمدن یه تعداد جدید سن. همین آدم هایی که حقوق بشر بد نوشتن 150 میلیون رسمن، حالا اون کشته های خاموش مثل عرض کنم بحث قحطی ها اینا در جای خودش، مثل 7 میلیون یا کمتر 4 میلیون تا 7 میلیونی که در ایران میگن در جنگ اول جهانی ما تلفات و نفوس داشتیم. خب این هژمونی قدرتی که ایجاد کرده بودن شکسته شد که امام هم به دانشجوی خط امام فهمودن ما میخواستیم مباحت امریکا رو بشکنیم، شکستیم. این 50 تا آدم برای موضوعیت نداره. خب طبیعتاً از اینجا درگیری وارد یه مقیاس جدیدی شد، یعنی دنیای غرب متوجه شد که رقیب جدی است، به ویژه در تقریباً بعد از 10 سال فروپاشی شوروی، ظاهراً 991 اینطوری خاطرم است، 1991 دیگه متوجه شدن که کاملاً مسئله جدی است، یعنی متوجه شدن که مقابل تمدن اونا یه رقیب تمدنی سر برداشته و کاملا یه تهدیده. وارد فضای درگیری تمدنی شدن، یعنی یه درگیری همه جانبه در یه مقیاس دو تا تمدن که تسریع هم کردن، تمدن اسلام به پرچمداری ایران و تمدن لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به لیدری امریکا. خب وارد جنگ شدن، این جنگ هم کاملا ایدئولوژیکه، یعنی کسی خیال کنه جنگ جز بر سر دین بر سر چیزی دیگری است، من قبول ندارم. یعنی واقعا همه چیز تم نشون میده که جنگ کاملا ایدئولوژیکه و 50 60 نفر از دانشمندان امریکایی یه نامه نوشتن از بوش دفاع کردن در حمله به دنیای اسلام، در اونجا تصریح کردن که ما برای غلبه ایدئولوژی امریکایی میجنگیم و لذا این جنگ کاملا اخلاقی است و نمیشه بگید ما جنگ مطلقا جنگ اخلاقی نداریم. جنگی که برای گسترش ایدئولوژی است اخلاقی است، ولو شما از سلاح کشتار جمعی استفاده بکنید. این تصریحشون است. بنابراین یه جنگ ایدئولوژیک برای ما شروع که با ما شروع کردن، میخوان ایدئولوژی مدرن رو حاکم کنن بر جهان از جمله دنیای اسلام و خوبم میفهمن شکستشون شکست ایدئولوژیکه، کما اینکه فروپاشی امریکا شوروی هم فروپاشی ایدئولوژیک بوده. ما اینو تصریح کردن به گورباچوف که دلیل شکست کمونیسم مبارزه بی دلیل با خداست و همونجا هم تصریح دارن که غرب سرمایه‌داری هم همین سرنوشت رو خواهد داشت. بنابراین یه چنین اتفاقی افتاده، یه قدرت نرمی در جهان ایجاد شده و به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی عصر جدیدی رو ایجاد کرده، یعنی کاملا در مقابل عصر رنسانس و روشنگری و در مقیاس تأثیر بر جامعه جهانی از مرزهای خودش عبور کرده، منتهی به فروپاشی اردوگاه کمونیسم شده، اردوگاه لیبرال دموکراسی هم با چالش‌های جدی مواجه کرده و طبیعتاً درگیری وارد یک فضای جدی شده. غرب در این نقطه یک به اصطلاح عکس العمل در مقیاس جهانی مقابل ما داره و یه طراحی بزرگ. این البرز کردم این طراحی هجوم ابتدایی نیستا، ما مهاجم بودیم در شرایطی که اونها احساس میکردن جریان مذهب رو حل کردن و به جای ما مهاجم بودیم. بله بله، در مقابل ادیان الهی دین جدید رو وجود، به خصوص ادبیات توسعه رو که به نظر من دین جدید غرب هست، دین دنیا پرستی است و بخشی از جامعه شناسی مدرن که در واقع دین جدید غرب هست، اینها رو جایگزین ادیان الهی کردن و بعد احساس میکردن کاملا دوران دین و ادیان الهی تمام شده است. یه اتفاق جدیدی افتاده، قدرت نرمی در جهان ایجاد شده و یک جنگ ایدئولوژیک شروع کرده و داره به تدریج عرصه‌های جهانی از دست اونا به در میاره. اونا یه طراحی جامع مقابل ما کردن. این طراحی یک قسمت در بین الملل داره که اونم خودش اضلاع مختلفی داره، یکی و تمام تلاشش هم اینه که این دوگانه اسلام و غرب، دوگانه ایران و امریکا رو اینو از بین ببره، ما رو از سپهر تمدنی در حد یک قدرت
منطقه‌ای حد اکثر تنزل بده که اخیراً از ما تعبیر میکنن به یاغی منطقه‌ای عنایت میکنیم. خب برای این کار کارهای متعددی کردن، یکی پیداست احیای جنگ سرده، دوباره جنگ سرد رو احیا کردن و یه کار گسترده‌ای هم تو این زمین انجام دادن که من نمونه‌هاشو نمیخوام عرض بکنم، از درگیری اوکراین و جاهای دیگه، احیای جنگ سرد و دوگانه غرب غرب به جای دوگانه اسلام و غرب، این یه کارشون هست. کار دیگری که کردن برای اینکه هژمونی نظامی خودشون و قدرت خودشون رو بر جهان از نو حاکم بکنند، حمله های نظامی گسترده به دنیای اسلام کردند، از جنگ اول خلیج تا بعدم جنگ به قول خودشون چهارم که تقریبا نیمی از قدرت ناتو رو در منطقه متمرکز کردند و اتفاقاتی که در افغانستان و عراق و بعد از در سوریه و جاهای دیگه افتاد. یادم هست یکی از سیاستمدارای بزرگ امریکا در جنگ خلیج اول آمد تو خلیج، گفت دنیا یادش رفته بود که ما ابرقدرتیم، می‌خواستیم عرض کنم متذکر بشیم به دنیا که ما ابرقدرتیم. کار سومی که کردن از دیپلماسی مهار استفاده کردن و فشار آوردن که ما رو پای مذاکره بنشونن، و البته همین مذاکره میتونه تبدیل به یک اهرم قدرتی برای ما بشه، کما اینکه شده به تدریج و میتونه دیپلماسی مهار رو در دنیا کلن از بین ببره و عبور بده ملت‌ها رو از این ابزار سلطه. ولی بالاخره بعد از اینکه ما رو پای میز مذاکره نشوندن و یک گفتمانسازی در جهان کردن که انقلاب اسلامی تسلیم سازوکارهای جهانی رقیب شده، بنابراین دیگه رقیب تمدنی ما نیست، پذیرفته در چارچوب سازمان ملل با ما مذاکره کنه و با قواعد ما زندگی بکنه، اینو در دنیا تبلیغ، این کاری بود که در بیرون کردن و این امپراتوری خبریشون هم پشتوانش قرار دادن. و اما در داخل دنیای اسلام هم همزمان چند تا طرح رو پیاده کردن، یکی به تعبیر بعضی از نظریه پردازانشون این که لبه های خونین تمدنی رو به داخل دنیای اسلام ببریم و جنگ های خونین در داخل دنیای اسلام ایجاد بکنیم. سلفیگری رو احیا کردن که یه پروژه بسیار گسترده‌ای بوده، و بعدم امثال داعش رو و مشابهات اونها رو ایجاد کردن و یک چهره خشن و تند از اسلام نشون دادن و درگیری هم آوردن دنبال در داخل دنیای اسلام، و یه پدیده چند منظوره بود دیگه، هم یک چهره خشن از اسلام و رقیب تمدنی خودشون نشون دادن و همین که درگیری داخل دنیای اسلام آوردن. همزمان با ارائه این چهره خشن یک کار دیگری رو کردن و اون این که یک گفتمان سازی کردن در دنیا و در دنیای اسلام، تصریح هم کردن که ما باید دنیای اسلام رو مخیر کنیم بین میانه روی و خشونت. یعنی این سگانه‌ای که وجود داشت که یک طرف واقعا تروریسم و خشونت و مبارزه کور بود و یک طرف هم سازش و غرب پذیری و انفعال در مقابل غرب، توسعه گرایی و پذیرش دین مدرن که ادبیات توسعه است، و یک حرکت سومی هم بود که مکتب حضرت امام بود، یعنی مبارزه حکیمانه، انقلاب حکیمانه. این سه دسته رو تبدیل کردن به دو گروه و طبیعتاً انقلابیون رو منحقل ملحق کردن به تروریست ها و یه دوگانه ایجاد کردن در دنیای اسلام. و در کنار این گفتمان سازی که خب گسترش هم پیدا کرد، یه کار دیگه کردن، شبکه سازی غربگراها، یعنی توسعه گراها در داخل دنیای اسلام و تلاش برای به قدرت رسوندن اونها و همکاری با اونها برای ایجاد یک الگوهای جدید در دنیای اسلام که در روی به تعبیر خودشون یک اسلام میانه رو در کنار توسعه غربی با هم سازش میکنن. نمونه هایی مثل مالزی، مثل ترکیه و فتح الله گلن و بعد جریان حزب اعتدال و توسعه در ترکیه و بعد مشابهاتش در کشورهای دیگه منطقه مثل عربستان و امثال اینها همین هست، سر کار آوردن غربگراهای عرض کنم به اصطلاح سازشکارهای با غرب، توسعه گراها با ادبیات میانه روی به اعتدال، که حالا در ایران هم به یه نسبتی تو این زمینه تلاش کردن، به یه نسبتی هم طبیعتاً در ام القرای دنیای اسلام موفق بودن. و خب این کاری که کردن در واقع یه کار عکس العملی بود، ولی به شدت برای ما چالش‌های سنگینی ایجاد کرد، یه جایی بن‌بست در مسیر ما ایجاد کرد و از بیرون عرض کنم منزلت تمدنی ما رو تنزل دادن، از درونم عرض کردم به اسم
عرض کنم اعتدال به اسم میانه روی در داخل دنیای اسلام، این حرکتی که ایجاد شده بود، این حرکت حکیمانه و انقلابی که ایجاد شده بود در مقابل غرب، این رو از درون سعی کردن که استحاله بکنن. خب ما با یک بنبست هایی روبرو شده بودیم. من برازم یاد یه اتفاق جدیدی افتاد در این واقعه شهادت سردار شهید سلیمانی که این خیزش عظیمی که ایجاد شد که از او رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی تعبیر کردن به یوم الله، حقیقتاً هم حالا عرض میکنم یوم الله هست، به نظر من این همه این مسیرها رو کور کرد، ما رو وارد مرحله جدیدی از درگیری کرد. و همچنین یوم الله دوم که اون ضربه به پایگاه امریکا در عراق بود، چون من همیشه منتظر بودم، یه تجربه ما داشتیم و انقلاب اسلامی داشت در ماجرای اشغال نانجاسوسی. خب خود غرب قریب یک سال امپراتوری خبری خودشو در به کار گرفت و اینو خبر اول جهان کرده بود به امید اینکه یه روزی ضربه بزنه و با این ضربه کار تمام کنه. ولی وقتی مقاومت ما نتیجه داد و اونا به تعبیر از امام غلطی نتونستن بکنن، تمام تبلیغات یک سال اونا ریخت تو سبد انقلاب اسلامی و تبدیل شد به ضد خودش، یعنی ابهت امریکا و غرب رو شکست. من منتظر بودم این 7-8 سالی که امپراتوری خبری غرب داره کار میکنه که بگه از درون دنیای اسلام استحاله شده و توسعه گراها و غرب گراها دارن میان سر کار در دنیای اسلام و از بیرون هم واقعا داره سازش میکنه با جهان انقلاب اسلامی، یه جایی ما یه ضربه جدی به غرب بزنیم، این 7-8 سال کاری که کردن بریزه تو سبد انقلاب اسلامی. تلقی من این مرحله آغاز شده، یعنی واقعا ما در مرحله ای هستیم که تمام تلاش رسانه ی غرب که مهمترین ابزار مبارزش با ماست، این داره میرزه تو سبد انقلاب اسلامی. و واقعی که اتفاق افتاد در ماجرای سردار شهید سلیمانی و بعد حوادث بعد، و میگم من گاهی ذهنم این بود که قرآن یه تعبیری در باب جنگ بدر داره، میفهمد لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه با هم وعده میذاشتید اینجوری با هم درگیر بشید نمیتونست به وعدتون عمل بکنید، ولی خدای متعال این صحنه رو به اینجا کشون، چون مسلمان ها میرفتن یه کاروان تجارتی قریش رو مصادره بکنن، خوب کار کشید به درگیری نظامی و اون اتفاق افتاد. جمعیت عرض کنم مسلمان ها بسیار کم، با سلاح کمتر 313 نفر غیر مسلح یا سلاح های بسیار ضعیف، اون طرف هم یه لشکر بالای 1000 نفر و کاملا مسلح. خدا متعال میفهمد اگر شما میخواستید قرار داد بگذارید اینجوری نمیتونید قرار بگذارید، ولی این تبدیل شد به یه پیروزی، به یه فتح عظیم و شکست قریش. من تلقی میره اگر ما میخواستیم قرار داد کنیم با آمریکا که اینجوری شهید سلیمانی رو ترور کنه نمیتونستیم، یعنی واقعا یه قرار بعد از اینکه کار خودشو کرده تبدیل شده به شخصیتی که کاملا شناخته شده است و سازوکار خودشو ایجاد کرده و تو مرحله‌ای که دارن تلاش میکنن رو بدنام کنن و یه شکافی بین جبهه مقاومت ایجاد بکنن و به اصطلاح اون نبع فاسق که حالا شاید بعد عرض کنم داره که خبر دروغ داره کار خودشو میکنه، بعدم در حالی که ایشون از سوریه میامده وارد عراق میشده نه از ایران، بعدم با هماهنگی و دعوت دولتشون بوده، بعدم تو فرودگاه و بعد هم در کنار عرض کنم سردار بزرگ ابو مهدی و در همومیختن خون این دوتا بزرگوار و بعدم خود شخص ترامپ، یعنی این فرعون بزرگ زمان این کار خودش به عهده بگیره، این در واقع لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، یه اتفاق عظیمی افتاد و در واقع بربریت جدیدی که غرب در باطن داره، یعنی به تعبیر است آقا این جنتلمن ها همین تروریست ها هستن، واقعا نشون دادن که چه کار میکنن، تروریست ها رو ایجاد کردن، بعدم ما خودمون از درون مسئله تروریست ها تو دنیا اسلام حل کردیم، فرمانده مبارزه با تروریست ها رو ترور کردن، دیگه کاری بدتر از این نمیشد بکنن و طبیعتا سرآغاز یک اتفاقات جدیده. یه تعبیری حضرت آقا داشتن، من این عرض بکنم اینجا بازش بکنم، در سال گذشته دو بار ایشون این مطلب رو تکرار کردن که یه داستانی حضرت موسی کلیم در قرآن داره، خدای متعال در سوره مبارکه شعرا نقل میکنه، میفهمید موسی کلیم گفتیم که توی مرحله ای از مبارزه با فرعون شبانه بنی اسرائیل از مصر بیرون ببر، انکم متبعون، بدون دنبالتونم میانا، خیال نکنید شما میرید خلاص میشید، ببر و نگران نباش.
ببرم به طرف دریا. موسی کلیم کار انجام داد، برد پشت دریا، یه طرف دریاست یه طرف فرعونم لشکر خودشو تجهیز کرد، گفت انهم لشرزمتون قلیلون و انهم لنا لقائزون، اینا یه جمعیت اندکی هستن ما رو به خشم آوردن، و انا لجمیعون حاضرون، لجمیع حالا دست جمعی آماده میشیم با لشکر انبوه. آمدن به یه نقطه رسیدن که ترا الجمعان، با چشم غیر مسلح هم دیگر رو میدیدن. همراهان حضرت موسی نگران شدن، گفتن انا لمدرکون، کار تمام شد دیگه، موسی ما رو آورد یه طرف پشت دریا یه طرف لشکر، الان ما رو یا نابود میکنن یا میریزن تو دریا. موسی کلیم اونجا فرمود ان معی ربی سیهدین، تو این بنبست فرمود پروردگار من با من، راه رو باز میکنه. آد دو بار در طول یک سال گذشته همین آیه رو خوندن، و در یه بارش فرمودن منم به اقتدای به موسی کلیم میگویم ان معی ربی سیهدین. خب طبیعتا وقتی یه نکته ای رو در خطبه جمعه فرمودن، فرمودن به نظر شما این ان معی ربی سیهدین نیست، یعنی احساس میکنن دیگه اون بنبست هایی که ایجاد شده بود که عرض کردم، این تلاش گسترده غرب به زمینه عرض کنم شبکه غرب گراها در داخل دنیای اسلام که داشت به جبهه مقاومت به شدت فشار می آورد و واقعا جبهه مقاومت رو در بنبست قرار داده بود، از یه طرف میخواستن از طریق عرض کنم دیپلماسی استحاله بکنن جبهه مقاومت رو، از یه طرف هم با قدرت نظامی، و از یک طرف دیگه با الگوسازی برای عرض کنم رقابت با جمهوری اسلامی و امثال اینها، اینها یه بنبستی بر ما به نظر می آمد درست کرده، که انه این بنبست دیگه باز شده. یعنی تلقی اینه که مرحله جدیدی از حرکت انقلاب اسلامی هم در داخل دنیای اسلام آغاز شده و موازنه در دنیای اسلام به سرعت به نحو جبهه مقاومت در مقابل جبهه سازش تغییر خواهد کرد، هم در بیرون جایگاه انقلاب اسلامی دوباره به جایگاه تمدنی خودش برمیگرده و دوباره برخلاف احیای جنگ سرد دوگانه اسلام و غرب و ایران و امیران و امریکا احیا خواهد شد. خیلی ممنون. اگه موافق باشین یک کلیپی از بخش از صحبت‌های حضرت آقا رو اینجا داشته باشیم، در چند دقیقه بعد برگردیم بحث رو داشته باشیم، بعد کلیپ دیگه از رسانه‌های غرب. این کلیپ رو مراجعه بفرمایید. خدای متعال به موسی میفرماید که و ذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی میکنند این یوم الله های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرند، مسائل دیگری رو مطرح کنند، شاید بتوانند این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید، از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنند که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپرند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هن، فریب میخورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند.
اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد. نمیتوانند این کار را بکنند. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد. صحبت های آقا مثل یه آبی بود رو آتش و خیلی از چیزها رو صحنه رو عوض کرد و خیلی هم در موردش صحبت شد. خیلی صحبت شد. خیلی من مقاله زیاد دیدم که مخصوصا بحثی بعدها در تو با ترامپ داشتن، دلغک، و خیلی بحث شد چون خودشون متعلق بودن که دوچار یه فتنه هستن داخل آمریکا. یه کلیپی بعد من پخش خواهد کرد از یه بخش از خبری آمریکا که بین خودشون دارن مشاجره میکنن. تو بخش خبر یک مجری هست که یه خورده بیشتر متوجه روز هست، بس سه نفر آدم های مختلف این محل بعد بحث میکنیم. حالا در این قسمت بفهم شما خدمت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم یه نکته بسیار مهمی که تو فرمایش آقا بود، این شهادت سردار سلیمانی رو که تبدیل شد به یک بیعت بزرگ، ازش تعبیر فرمودن به یوم الله، چون میدونید ایام الله در روایات تعبیر شده، اون روزی که خدای متعال عذابش رو نازل میکنه بر دشمنان، یا اون روزی که یه پیروزی و فتحی نصیب دوستان میشه که آیات خدا آشکار میشه، ایام الله هستن. که مهمترینش در روایات ما سه روز هست، یکی یوم الظهور، یکی روز رجعت و دوم روز قیامت. و انبیا غیر از این که اون یوم الله هایی که در برای امت خودشون پیش میامده متذکر میشدن، دائم امت خودشون و انبیا به ظهور متذکر میشدن و اون جهان و افقی که پیش رو بوده نشون میدادن که ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، به این وعده قطعی خداست و ما هم همینطور هستیم. و اتفاقا یکی از بزرگترین ارکان اقتدار جامعه مؤمنین و پیروان مکتب اهل بیت و شیعیان همینه که امیدوار به دوران ظهورن. بنابراین معنی کلی یوم الله اینه. و اما این اتفاقی که افتاد، تلقی عقیر اینه که این بیعتی که اتفاق افتاد به دنبالش یه فتوحات بزرگی شکل میگیره، ریشش هم تو بیعت هست. نمیدونم چقدر الان وقت داریم که من عرض بکنم یه مثالی رو از قرآن. ببینید، خدای متعال یه بیانی داره در قرآن در سوره مبارکه فتح که فتوحات نبی اکرم رو توضیح میده در اونجا، که مسیر نبی اکرم کلن مسیر فتحه، اصلا شکست تو مسیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. حالا نقطه مختصات این فتح رو بیان میکنه، گستره این فتح رو که تا قیامت کشیده میشه و جدا شدن صفوف تا مقیاس بهشت و جهنم، قوایی که تو این فتح در اختیار حضرت هستند که تمام جنود سماوات و ارضن ولله جنود السماوات والارض، یک گفتگوی از این فتح و از نقش وجود مقدس نبی اکرم که این فتح با این رسول آغاز میشه، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن، و نقش حضرت رو که توضیح میده، به ماها بلافاصله دست رو میده شما بیعت کنید. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. شما تو این بیعت، تو این مسیر فتح بیعت کنید
وقتی هم بیعت کردید حضرت گاهی شما رو تو مسیری میبرن که براتون مبهمه. تردید نکنید، جا نمونید، متخلف نشید، جز متخلفین یا مخلفین نباشید، کسانی که جا موندن جاشون میگذارن، حضرت دارن راهو طی میکنن، تو این مسیر مواظب باشید شما مخلف نشید. یه دی جا مانده هستن. بعد یه مطلبی رو قرآن اینجا بیان میکنه که خیلی مطلب عجیبی است. بعد از اینکه دستور به بیعت میده، میگه بیعت کنید، تخلف نکنید، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کسی با این رسول بیعت کنه با خدا بیعت کرده، دست خداست که بالای دست اوست. این دست رسول در واقع به منزله دست خداست یا دست خداست. و بعد میفرماید اونایی که بنابراین نقض بیعت میکنن خودشون ضرر میکنن، چون در بیعت با خدای متعال فقط نفع به طرف ماست دیگه، سود یک جانبه است، برای خدای متعال سودی نیست، شکستن بیعت هم به ضرر ماست. واقعا یه داستانی رو توضیح میده که مربوط به صلح حدیبیه است که گاهی سوء استفاده میشه از این داستان صلح. خیلی داستان عجیبی است دیگه. در ماجرای صلح حدیبیه حضرت یه رؤیای صادقه دیدن، وحی در بیداری هم نبوده، که میرن مکه با اهل مدینه میرن و اونجا طواف انجام میدن، حرق میکنن، مناسکشون انجام میدن، سربلند میان بیرون، در حالی که مکه در دست قریش و همپیمانانشون، یعنی دشمن درجه یک حضرت، که آمدن به حضرت زخم بدن، در بدر، در احد درگیر شدن، جنگ‌های متعدد ایجاد کردن. حضرت به مردم مدینه، اهل مدینه و دور و بر مدینه میگن میخوایم بریم برای حج، آماده باشید، سلاح جنگی هم با خودتون بر ندارید. هیچ سلاح جنگی بر نداشتن، فقط یک اسلحه عادی برای مسافر که اون موقع با خودشون بر میداشتن برای حوادث در راه. و 1500 الی 600 نفرم بیشتر با حضرت همراه نشدن. یه دوی متخلفن، قرآن میگه مخلفین، جامونده ها، توجیهاتی میارن. وقتی حضرت بر میگردن فاتح و پیروز میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا، مشغولیت هایی داشتیم نتونستیم بیان. قرآن میفهمند نه، دروغ میگن، مسئله چیز دیگری است. بل زننتم الین ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. تلقی شما این بود که این پیغمبر داره میره تو دهن شیر و یکیشون زنده بر نمیگردن. اند میفهمید. و شیطان اینو در نظر شما جلوه داد و زننتم زن سو، سوء زن پیدا کردید به خاطر این بود که نیامدید. یعنی دستگاه محاسباتیتون حضرت رو تخته میکرد. این همون جاست که آدم مخلف میشه. میگن این رسول خداست. تعبیر قرآن نه نارسلنا که شاهدن، این راه رو، همه راه رو داره میبینه. شما رو اگه میبره توی راهی تردید نکنید. این دستگاه محاسباتی حضرت رو تخته کردن، نرفتن. حالا اونه که با حضرت رفتن چی شد؟ حضرت از میان برون آوردن تا نزدیکی مکه، منطقه به نام حدیبیه، درست؟ پیغام دادن برای کفار مکه که ما میخوام بیایم حج انجام بدیم، مزاحم نیستیم، درگیری قصد نداریم بکن. اونا احساس میکردن یه شکست جدی است، مقابل حضرت ایستادن، گفتن اجازه این کارو نمیدیم. وقتی مخالفت شد، حضرت از این تعدادی که همراهشون بودن که قریب 1500 نفرن بیعت گرفتن که مربوط شد، معروف شد به بیعت رضوان، تحت یک زیر یک درختی بیعت گرفتن. مفاد بیعت این بود که تا پای خون در دفاع از حضرت بیستن. انعت میکنید بیعت کردن، بیعت خیلی جدی، بدون اسلحه رفتن، در عرض کردم نزدیکی دشمن هستن، دشمن و همپیمانانش به شدت مسلحه، از اونا قدرتش بیشتره، در نقطه کانونی قدرت خودشون هستن، اینا هم غیر مسلح. تو این شرایط نابرابر با حضرت بیعت کردن، پای خون بیستن. وقتی ایستادن، خدای متعال تعبیرش اینه که اینجا خدا ازشون راضی شد. از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال به قلوب اینها که قلوبشون رو ملاحظه کرد، دید راست میگن، واقعا دارن تا پای خون میستن. نتیجه این بیعت چی شد؟ میفهمد که فانزل السکینت علیهم، اول سوخت راهشون رو که یه آرامشی بود در وسط میدان جنگ، برای اینا نازل کرد. دیگه با کمال آرامش بودن، مضطرب نبودن. بعد فتح نزدیکی رو پیش روشون قرار داد که این فتح همونه که یه قرارداد صلح حدیبیه بسته شد. حضرت و دشمن به رسمیت شناخت، تا حالا به رسمیت نمیشناختن. گفتن بعد ما رو به رسمیت بشناسید، ولی با تون می جنگی. به رسمیت شناختن، گفتن اگه کسی خواست با ما پیمان ببنده، هم پیمان ما بشه، شما حق ندارید مانعشون بشید. به رسمیت شناخته شد حضرت. اتفاقا
بعد از اینکه دو سال همونا همین رو نقض کردن، یکی از همپیمانان حضرت رو حد کردن، حضرت آمدن مکه رو فتح کردن. قناعت میکنیم و خدای متعال میفهمد، خدای متعال قناعم و فتح قریبی قرار داد. حالا یه تعبیر عجیبی در قرآن هست که این تعبیر رو من میفرماید که بعد از اینکه شما بیعت کردید، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اگر تو همون موقع با شما هم می جنگیدن شکست می خوردن، مجبور می شدن پشت به جنگ بکنن. چرا؟ چون سنت الله التي خلت من قبل، سنت خدا اینه که وقتی بیعت می کنید پای بیعتتون می ایستید دیگه پیروزید. بنابراین فتح مکه و فتوحات بعدی همینجا رقم خورده، منتها خدای متعال فتح مکه رو با یه پیچی نصیب مؤمنین کرده. نکتهش هم توضیح میده، میفهمند لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، چون ممکن بود بخشی از مؤمنین زیر دست و پا از دست برن، ما صلح و با اون پیروزی رو با یه عرض کنم تدبیری به تأخیر انداختیم، مکه فرد شد بدون اینکه خون از دماغ کسی ریخته بشه. بنابراین میفهمد این پیروزی اینجا نصیب شد، یعنی فتح مکه ثمره بیعت رضوانه. من تلقیم اینه واقعا بعد از 41 سال جنگ همه جانبه دشمن، محاصره اقتصادی، جنگ نظامی، عرض کنم جنگ رسانه‌ای شدید و این به اصطلاح جنگ روانی رسانه‌ای که میکنن که سنگ و آب میکنه واقعا. این ملت 41 سال زیر بمباردمان جنگ رسانه‌ای هست. شما میدونید حالا که اینم خودش بحثیه، واقعا خبر درست میکنن این فاسق ها خبری که کارو به قتال و جنگ داخلی میکشون، سنگ بود آب میشد. این ملت بعد از 41 سال این جنگ یه با یه جوشش باطنی که خدای متعال ایجاد کرده دوباره اول صفن. اتفاق خیلی در ادامه این مطلب میفرمایید، جالب اینجاست که بعد از این حادثه، بعد از این اتفاق، بعد از این واقعه که جناب حاج قاسم شهید میشن، یک تفرقه هم اون طرف اتفاق میفته. یعنی در تو همین حوزه خبری آمریکایی‌ها مکرر شما الان دارید میبینید که یه مجری نشسته داره میگه که به چه دلیل، با کدوم مدرک، به من نشون بدین چرا این شخص که دشمن داعش بود، قهرمان شکست داعش بود و همه هم اینو میدونن، تا چند سال پیش هم میگفتیم سردار سایه ها، The Shadow General، اینجوری میگفتیم سردار سایه ها و سرداری که ما تقدیسش میکردیم سه سال پیش تو همین CNN یا تو همین MSNBC، امروز شده تروریست. این تفرقه و چالش بین خودشون پیدا شد. من یه نمونش رو اگه دوستان لطف کنن پخش بکنن، مال MSNBC، این رو با هم ببینیم که مجری نشسته وسط، سه نفر هم این ور اون ور نشستن و میخوان این موضوعیه که قابل هضم نیست، حالا چون آمریکا مدعی جنگ با داعش دیگه، خودش خلق کرده داعش رو، ولی ریا میکنه، دروغ میگه، نمیگه که من خلق کردم. خیلی از این میهمونا که ما تو این سالهای گذشته آوردیم، یک از تخصصاشون ارتباط بین سازمان سیا و داعش رو اینا به لحاظ اقتصادی در آوردن و از کار برکنار شدن، چه در سازمان سیا بودن، چه در پنتاگون بودن، چه در وزارت دفاع آمریکا بودن. اینا خیلی از آدما تو آمریکا تو این ماجراهای اخیر افشاگری کردن و برکنار شدن. یکی از کارهای ما افشا و سخن ایناست برای مردم ایران، که مردم ایران بدن داخل آمریکا چه خبره، چه تفرقه است. اگه موافق باشین این کلیپ MSNBC رو با هم ببینیم که پخش میشه و دوستان روش یک ترجمه رو قرائت میکنه. متشکرم. الان چیزی که باید داشته باشیم یه شک منطقی نسبت به چیزایی که کاخ سفید داره میگه. دارن به ما دروغ میگن، سه ساله که دارن به ما دروغ میگن. افرادی هستن که دلیل میارن که دولت‌ها خیلی بیشتر از سه ساله که دارن به ما دروغ میگن، به خصوص در مورد مسائل خاورمیانه. اخیراً اسناد افغانستان منتشر شد که نشون داد مقامات نظامی و سیاسی در کل دولت چیز دیگه به ما میگفتن، وقتی حقیقت میدانی خیلی متفاوت بود با روایت اونها. کلی من فکر میکنم میشه این ادعا رو تشریح کرد. بازم میشه فرق گذاشت بین دروغ‌ها
و دروغ ها. اما دولت ترامپ انقدر دروغ گفته که دیگه خیلی واضح شده، به صورت روزانه تقریبا دارن دروغ و خلاف واقع میگن. من همچنین میخوام یه قدم به عقب بردارم و در خصوص برخی مشکلات در بحث ها و گفتگوهای خودمون در خصوص کشته شدن جنرال سلیمانی حرف بزنم. و حرف من اصلا به معنی بها دادن به شخصیت جنرال سلیمانی نیست، در مورد اینه که ما میخوایم کی باشیم، فکر کردیم کی هستیم. به عنوان شهروند آمریکایی میخوام یه قدم به عقب برگردیم و فکر کنیم که وقتی ایالات متحده وارد بازی حذف بازیگر رسمی دولت دیگه میشه، معنیش چیه. باید خیلی مراقب باشیم که چگونه در این خصوص حرف میزنیم. پس اول باید شکاک باشیم در مورد منطق اونها برای انجام این کار، بعدش اینکه باید بفهمیم در واقع هدف اونها چی بوده برای دولت آمریکایی ها، دولت آمریکا در انجام این کار. خب من یه نظر دیگه دارم. سلیمانی در بغداد بوده، در تهران نبوده، در ایران نبوده، در بغداد بوده و داشت یک حمله رو طراحی میکرد. اسنادش رو میشه به من نشون بدید؟ ما میدونیم اون کار رو انجام میده، ما میدونیم. نه اصلا اون داشت میرفت برای، نه من در مورد این حرف نمیزنم، من در این خصوص حرف میزنم که اگه طراحی برای کشتن یک فرد بسیار قوی در عراق ما داریم انجام میدیم، عذرخواهی میکنم، در ایران، این به این معنیه که ایرانی ها همونطور که بعضیا میگن بیان وزیر دفاع ما رو بکشن، که یک چیزی در این سطح. آیا شما معتقدی وزیر دفاع ما یه تروریسته که صدها هزار نفر رو کشته؟ افرادی در خاورمیانه هستن که این باور رو دارن، اونا میتونن هر چی دوست دارن بگن، ولی یه سری حقایق وجود داره. اینکه در سوریه به دلیل حمایت ایران از بشار اسد 500 هزار نفر کشته شدن و به دلیل دخالت های ایران اتفاق افتاده. صدها هزار نفر در جنگ های کشته شدن که ما در خاورمیانه راه انداختیم. باشه، پس شما میخواید بگی لحاظ اخلاقی ما نباید به کسی که میخواد به ما ضربه بزنه ضربه بزنیم؟ نه، من اینو نمیگم، ولی میگم سند و مدرک شما من نشون بدید، دلیل و برهان شما چیه. من به این اسناد مشکوکم، چرا که به ما نشون داده نشده. از سال 2003 تا الان این کشور در حالت خماری جنگ وجود داره. بت تو یه چیزی بگو. من کاملا نکته متفاوت رو میخوام بگم، برمیگرده به سوال تو از ادی که چه کسی اصلا باید وارد این جنگ بشه و ازش حمایت کنه. 2016 انتخابات یادت هست، تو اونجا بودی. یکی از دلایلی که ترامپ از بقیه نامزدهای جمهوری خواه خودش رو جدا کرد این بود که گفت تموم شد اون سیاست خارجی مهاجم. بذارید برگردیم در خصوص مسائل داخلی خودمون، در مورد جاده ها، پل ها، زیرساخت ها، در مورد معتادین فعالیت و کار بکنیم. میدونید که این پیام بسیار جذابی برای کسایی بود که میخواستن به ترامپ رای بدن. یه اتفاق بدم خاموش شده نیست، مثل آتش فشانی است که دیگه خاموش نمیشه، مثل اینکه سالها خفته بوده و الان بین خودشون جدل هست. نمیدونم این خون چقدر بها داره، ولی این تو حوزه خود ما که رسانه هست بودیم رصد میکنیم، این ادامه اینقدر از این نوع کلیپ داریم که نمیتونیم تو برنامه پخش کنیم، چون با هفته یه شب بالاخره 90 دقیقه برنامه داریم که صحبت بکنیم، ولی اینقدر توشون مشاجره هست بین خودشون. و این آیه قرآن که شما اشاره کردید بهش که اینا به جان هم میفتن و نمیتونن، در واقع برای اولین بار میبینیم که مثل یه ولوله افتاده که این ولوله علامت یک ادامه است. اون ادامه رو کسی نمیتونه ببینه، ولی خیلی‌ها پیش بینی میکنن این ادامه، خود اونها پیش بینی میکنن این ادامه منجر به یک چیز دیگری و خیلی بزرگتر از این حرفا خواهد شد. بله همینطوره که میفهمید، یعنی حالا تلقی حقیر که این است که اون ضربه‌ای که دوباره باید ما رو بر می‌گردون به دوگانه اسلام و غرب، این ضربه زده شده و این عرض کردم این بیعت ملت بزرگوار ما رو نباید کم بگیرید. بعد از 41 سال جنگ که می‌دونید میزان فشاری که بر جبهه مقاومت و به ویژه بر جمهوری اسلامی به عنوان نقطه کانونی جبهه مقاومت در طول این 40 سال از طرف رقبای خودش، هم از شرق و غرب، یعنی شرق که میگم و غرب یعنی دو اردوگاه دنیای مدرن، وارد شده، اصلا قابل مقایسه با میزان فشاری که در 40 سال جنگ سرد بر علیه بلوک عرض کنم شوروی و طرفداران شده نیست. آمارهای رسمی اینو میگه، یعنی اهم از جنگ رسانه‌ای و هزینه های عرض کنم نظامی و اقتصادی که بر ما تحمیل کردن، میزان فشاری که به جمهوری اسلامی آوردن و جبهه مقاومت در این 40 سال بسیار بیشتر از میزان فشاری است که به کل اردوگاه شرق در دوران جنگ سرد آوردن. خب با فرض این همه فشار، یک ملتی پای اون مکتب امام میسته و بعد از 41 سال دوباره بیاد بیعت میکنه با اون مکتب،
در دوره‌ای که اینا احساس میکنن کاملا انقلاب اسلامی تمام شده است و جریان غرب‌گرایی و غرب‌گراها بر دنیای اسلام مسلط شدن و از درون اون تحولات دنیای اسلام به نفع دنیای غرب داره رقم میخوره، یا همچین جوششی اتفاق میفته. این جوشش مشابه با اصل انقلاب اسلامی است که در دورانی که اونا احساس میکردن کاملا اسلام تمام شده است، در نابابری یک جوشش عظیمی اتفاق افتاد. این جوشش و این بیعتی که مردم در اون دوران به حضرت امام کردن مبدأ یک تحول بزرگ در جهان شد. بی تردید این هم مبدأ یک تحول عظیمی خواهد شد که یکی از پس لرزاش ایجاد یک انشقاق در دنیای غرب است. درش تردیدی نیست. یک گزارش دیگه ما داریم که دوستان زحمت کشیدن، خیلی کار جالبی هستش، از انگلیسه، نقد بی بی سیه، بی بی سی فارسی، به وسیله کارشناسایی که میشناسن مقوله رو. اومدن رادیوی لندن رو، یه شبکه به اسم ال بی سی، رادیو لندن این ماجرا رو که اتفاق افتاد در مراحل مختلف، هواپیما زدن پایگاه آمریکا یا شهادت حاج قاسم رو، و بعد اینکه ایران هم زود میاد اعلام میکنه که این فرمانده سپاه میگه ما این کار ما بود و خطا بود. یکی سفیر سابق انگلیس در تهران، یکی یک فرمانده ناو بریتانیایی مشهور، یک آدمیرال، و یکی وزیر سابق خارجه انگلیس، تو این برنامه رادیویی میان. من اتفاقا دوبلش هم نکردم، زیرنویس فارسی کردیم. رادیوهایی که در لندن هستن و در انگلیس هستن همشون با این همه بی‌انصافی انگلیس دارن میگن که این کاری که ایران کرد و این ابعادی که داره، این یک چیز جدیدیه، این یک باید انصاف داد به این، اصلا هم که آدم بید اعتراف بکنه که ما این کاری کردیم. برعکسش بی بی سی فارسیه با یه سری آدمای پژمرده قدیمی تکراری، بعد راوی این کلیپی که الان آماده کردیم داره مقایسه میکنه رادیوهای مختلف لندن رو و انگلیس رو که با انصافی بیشتر برای مردم خودشون تا بی بی سی فارسی برای مردم ایران، که مردم تو همون گنگی و همون تنگ نظری نگه دارن. اگه موافق باشین این رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم یه گفتگوی هم با یه کارشناسی خواهیم داشت در این مورد. صدای بیگ بن، ساعت بزرگ و قدیمی پارلمان انگلیس در غرب لندن، برای خیلی از شهروندان این شهر صدای معمولیه که هر روز میشنوند. صدایی که البته برای خیلی از ما ایرانی ها با هر فکر و ایدولوژی که داشته باشیم بسیار فراتر از یک زنگ ساعت معمولیه. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح تهران. خانم ها آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. من علی. این صدای تیتراژ بی بی سی است. بعضی از ما بی بی سی رو یک منبع خبری برای اطلاع از اوضاع و احوال جهان میدونیم، و البته خیلی از ما هم با شنیدن این صدا یاد همون ضرب المثل قدیمی میافتیم: کار کار انگلیساست. این روزا که بزرگترین تب خبری بعد از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، حادثه تلخ و دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی بود، سردبیران بی بی سی فارسی بهترین فرصت رو پیدا کردند تا اونو سردست بگیرند و کوهی از مصاحبه، خبر و تحلیل رو برای مخاطب ایرانی تولید کنند. وبسایت، مجریا، خبر، تحلیلگرا و هر کی که سر و کلهش در این شبکه پیدا شد، همه روی یک چیز تاکید داشتند: دروغگوی ایران و پنهانکاری. جو امنیتی و ادامه اعتراض‌ها به بی‌صداقتی حکومت در ایران. از روز چهارشنبه 18 تا شنبه 21 دی ماه که بالاخره مقامات ایران اعلام کردند که هواپیمای اوکراینی را سپاه پاسداران به اشتباه زده و 176 نفر سرنشین آن را کشته، فرماندهان سپاه انواع دلیل و برهان آوردند و تئوری‌های شبه علمی پرداختند که ثابت کنند علت سرنگون شدن هواپیما نقص فنی بوده و صحبت از اصابت موشک به آن جنگ روانی دشمنان جمهوری اسلامی به سرکردگی آمریکاست و دروغی بزرگ است. ولی وقتی با اسناد و شواهد غیر قابل انکار مواجه شدند، اعتراف کردند که کار خودشان بوده و دروغ بزرگ در جای دیگری گفته شده. الغای دروغگویی و فریبکاری در این فاجعه
نمکی بود که بی بی سی فارسی بر زخم ایرانی ها می پاشید و اونها رو غمگین تر می کرد. اما برای بسیاری از ایرانیانی که در خیابانهای لندن قدم می زدند، لزوماً اینطور نبود. بسیاری از اونها وقتی تحسین مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی انگلیس از اقدام مقامات ایرانی در اعلام اشتباه خودشون رو از رسانه‌های داخلی انگلیس می‌شنیدند، از ته دل احساس غرور می‌کردند و سر تعجب سر تکون می‌دادند که چطور بی بی سی فارسی در روز روشن حتی اظهارات مقامات انگلیسی که پول این شبکه رو میدن رو هم سانسور می‌کنه. این یک نمونه از مصاحبه‌های رادیویی مقامات انگلیسی درست همون روزیه که ایران رسماً بیانیه داد و بابت این فاجعه عذرخواهی کرد. Should we praise the Iranians? Should you know the British government, the American government, should they praise the Iranians for what they've done, for the apology, for coming clean about this terrible tragedy? Yes, they should, with appropriate words about the horror of the mistake. In the first place, the Iranians undertook to bring foreign countries into their investigation. They sent the black boxes to France. They're taking their responsibilities seriously, given the scale of this tragedy for the Iranians and for other nationalities. And they should be given some slack for having done the right thing. At the same time, President Trump yesterday increased sanctions against Iran. What effect do you think that will have? The sanctions have been presented as a response to the Iranian attack on the American air bases. It's a regrettable step. It's an escalatory step from the United States. People of goodwill seeking peace genuinely would not be doubling down on sanctions. They would be preparing the ground for a resumption of diplomacy. But no, the Americans, true to their aggressive form, have gone off in the opposite direction. دیوید اوئن، عضو مجلس اعیان انگلیس هم نه تنها ایرانی ها رو متهم به پنهانکاری نکرد، بلکه حمله موشکی به پایگاه آمریکایی ها در عراق رو هم واکنش بدیهی ایرانی ها عنوان کرد. Iran was bound to retaliate and they did retaliate on two American bases. Thoughts are really with the families of these people, but the facts are now admitted, and all credit to the Iranian government for not trying to carry on a pretense that they were not involved. And I think this is good news, not much good news in the Middle East at the moment, but the fact they've admitted it and apologized and explained to the two governments with most of the people involved, but there are other countries as well, but Ukraine and the Canadian government. نکته‌ای که در سخنان پیتر ریکت، دیپلمات ارشد سابق انگلیس هم تکرار شد. I mean, they had a choice, the Iranians, between covering up or coming clean. And I think they deserve some credit for coming clean. Because in a society like theirs, feeling themselves isolated in the world, this can't have been easy to own up to this terrible, tragic mistake. But they have owned up to it, and that's good. It's just the start, of course, the whole set of issues about compensation and all that. But can we use this as an opportunity to open up a wider dialogue with Iran? I think it's at least worth pursuing. اونهایی که پیگیر اخبار روابط ایران و انگلیس هستند، آدمیرال وست مقام ارشد نیروی دریایی بریتانیا رو خوب میشناسند. نام آدمیرال وست زمان رسوایی بازداشت نیروهای ویژه دریایی بریتانیا در آبهای ایران بارها و بارها شنیده شد. این بار هم در پس اخبار فاجعه سقوط هواپیما، رسانه ها نام اونو تکرار کردند. آدمیرال نه تنها حرفی از پنهانکاری و تعلل ایرانی ها نکرد، بلکه از سرعت واکنش ایرانی ها هم سورپرایز شده بود. Well, I'm surprised they've admitted it so quickly now. I thought they were going to try and pretend it wasn't them. And I think hopefully that shows they're being a little bit more grown up. So I am rather pleased to see that they have accepted it so quickly. And that's a good thing. It's understandable they pointed out how long it took for the Americans to accept the Vincennes
درست زمانی که بی بی سی فارسی در حال تزریق واژه‌های سمی فریب، پنهانکاری، تأخیر و دروغ به غرور ایرانی‌های داغ دیده بود، چند کوچه و خیابان اون طرف‌تر رسانه‌های انگلیسی زبان از اعتبار، سرعت و بلوغ ایرانی‌ها در رویارویی با این اشتباه خبر پخش می‌کردند. اما چرا؟ چرا بی بی سی فارسی به جای مصاحبه با تحلیلگران دست چندم و تکراری خودش حتی یک بار از این مقامات نظر نپرسید؟ در غرور ملی ایرانی ها چه خطری بود که بی بی سی فارسی باید اینطور به دروغ لگدمالش میکرد؟ بر پشت خط جناب آقای پارسا کمانگیر هستن که تحلیلگر مسائل انگلیس هستن. این کلیپ رو لطف کنید توضیح بدید آقای کمانگیر. سلام، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتون. من یه نکته جزئی در مورد این کلیپ عرض کنم خدمتون که شما به درستی توش اشاره کرده بودید و بعد در یک نگاه بزرگتر یه مطالبی عرض میکنم خدمتون. ببینید، روزی که این اتفاق افتاد روز شنبه بود و به فاصله چند ساعت بعد از اینکه صبح شنبه این مسئله اعلام شد، رسانه‌های انگلیسی بدون هماهنگی شروع کردن به تحلیل این. معمولاً اینطوریه که توی این رسانه‌ها ما صادقانه ترین چیزها رو به فاصله چند ساعت قبل از اینکه اتاقهای فکر رسانه‌ای، اتاقهای پروپاگاندا را بیفتن، میتونیم بشنویم ازشون. و توی این کلیپ هم به درستی اشاره شده به همین مطلب که این نوع نگاه صادقانه در داخل انگلیس کاملا وجود داشت که یک جورایی ثابت کرد همون داستان النجات و فی صدق رو. شاید خیلی از ماها همون اول شوکه شدن که اصلا اگر این اتفاق افتاده چرا به این سرعت اعلام کردن، ولی خب الان میتونیم ببینیم نتیجه رو. منتها اون چیزی که فضا رو مسموم کرد اتفاقی بودش که در بی بی سی اتفاق افتاد و کلن فرض اولیه به این بود که ایران دروغ گفته، ایران پنهانکاری کرده و ایران دیر گفته، در حالی که در عمل یه چنین چیزی وجود نداشتش. اگر بخوایم از یه مقدار بالاتر به این قضیه نگاه بکنیم و در قالب همین بحثی که شما دارید مطرح میکنید، من اینو عرض کنم خدمتون، کشور بریتانیا، انگلیس، هر نقطه شما روی نقشه دست بذارید به جز 22 تا کشور انگلیس بهش حمله کرده. یعنی یک کشوری که در حد بین یک سوم تا نصف مساحت ایران داره، جمعیتی در حد ایران داره، ولی تونسته به تمام این کشورها به جز 22 تا کشوری که حالا مثل سوئد و لوکزامبورگ و بولیوی حمله بکنه. فکر میکنید واقعا کشوری که در این حد کوچیک هست چطور تونسته اینجوری با قول معروف هژمونی خودش رو در قرن گذشته انجام بتونه تحمیل بکنه به کشورهای دیگه؟ این چیزی نیست جز حمله تمدنی به این کشورهاست. حالا من اینا عرض کنم خدمتون که یکی از مؤثرترین روش‌های اینها حمله‌های رسانه‌ای و تغییر واقعیت هاست. تقریبا همه ما می‌دونیم که بی بی سی فارسی بعد از اشغال ایران به خاطر اینکه خشم ایرانی‌ها رو فروکش بکنه، جلوشو بگیره، ایجاد شد قدیمی‌ترین بازوی رسانه‌ای بی بی سی خارج از مرزها هستش. ولی خیلی از ماها نمیدونیم که حتی قوانین رسانی انگلیس به بی بی سی فارسی اصطلاحاً تحمیل نمیشه. الان شما نگاه کنید بی بی سی فارسی و من و تو و اخیراً هم حالا این رسانه سعودی ایران اینترنشنال که اضافه شده، تقریباً اینها فعال مایشا هستن. اینها آزاد هستن که به هر شکل ممکن بدون هیچ رعایت هیچ استانداردی، بدون رعایت هیچ قانونی که خود انگلیسی‌ها بهش پابند هستن، ایرانی‌ها رو بمبارون بکنن. یعنی واقعاً این دردناک بود برای هر ایرانی وقتی می‌دید این اتفاق افتاده بعد از اون عملیات غرورآفرینی، این اتفاق
افتاده و بعد دارن اینها ایرانی ها رو تحقیر میکنن. شما مثلا نگاه کنید توی رسانه های اروپایی، رسانه های غربی، هیچ وقت شما تصویر جسد و جنازه رو نمیبینید، ولی ببینید چقدر اینها اومدن این تلخی رو توی ذهن ایرانی ها با تکرار این بادی بگ ها، این کیسه هایی که اجساد مسافرها توش بود، اینا رو بارها و بارها و بارها تکرار کردن و هی نمک به زخم ایرانی ها پاشیدن و بعد در کنارش گفتن دروغ گفتن، دروغ گفتن، دروغ گفتن. ببینید این یه چیزیه که واقعا اگر هر ایرانی، حالا فارغ از هر نوع نگاه فکری و ایدئولوژیک و سیاسی، به این قضیه نگاه کنه، باید شک کنه به صداقت بی بی سی فارسی، به صداقت اون به قول معروف نوچش من و تو و البته خب رسانه سعودی که رفته توی انگلیس نشسته. یه نکته دیگه‌ای که بود توی این قضیه کردن، ولی آیا بی بی سی به این توجهی کرد؟ بعد از این اتفاق ملکه انگلیس مستقیما پیام میده به کانادایی ها، به شهروندای کانادایی، و به اونها میگه که ما رو در غم خودتون شریک بدونید. هیچ پیامی به ایرانی ها نمیده. آیا بی بی سی فارسی یک بار به این اشاره کرد یا نه این صرف نداشت؟ حالا بیایم توی این قضیه نگاه بکنیم، ببینیم واقعا دروغگوی واقعی کی هستش. اونی که به عمد چیزهایی که خودشون، همین کارمندایی که الان شما صداشون رو پخش کردید و میگفتن ایران دروغگوه، آیا اندکی وجدان دارن که وقتی صبح از خونهشون میامدن سر کار رادیوهاشون رو گوش میدادن، اینها رو میشنیدن، بیان به این راحتی توی دوربین زل بزنن و دروغ بگن؟ من فکر میکنم واقعا باید خیلی مؤثرتر و خیلی بازتر ذات واقعی بی بی سی فارسی رو نشون بدیم. بی بی سی فارسی حتی بی بی سی هم نیست، یک چیز دیگه است. زیر چتر بی بی سی بودجه بی بی سی رو میگیره، ولی کلن یک اجندای دیگه داره، یک برنامه ریزی دیگه داره که ما واقعا باید اینو بهش فکر کنیم. و واقعا به نظر من رسانه های ایرانی تو این قضیه کمکار هستن که حقیقت بی بی سی رو فارغ از شعار نشون نمیدن. متشکرم جناب آقای کمانگیر، خیلی لطف کردید، موفق باشین. خیلی متشکرم. آقا ما پشت خط آقای آنتونی ها رو همجور نیا داشتیم تو کانادا. آقای حال دو تا مقاله اخیراً نوشتن تو امریکن هرالد تریبیون در مورد ایران، یکی در ارتباط با هر دو در مورد این حادثه هستش، و من خواستم یک سوال کلی از ایشون بکنم با اجازه شما و بعد نظرشون رو بیشتر ببینم. من قبل از برنامه باشون صحبت کردم، من سوال طولانی سر صحنه نمی کنم، ایشون پاسخش رو و اون نظرش رو که در مورد هر دو مقالهش هستش، یکیش عنوان Please Don't NATO Me in Iraq در ارتباط صحبت ترامپ هستش، بعد دومیش هم در ارتباط با اینکه حالا بحث حاج قاسم سلیمانی به شهادت ایشون هست که حالا بعد باز میکنه. Thank you so much Professor Hall for waiting. We talked before the program. Please talk about your two articles in about 5 minutes, please. Yes. Well, I want to reach out to the people in Iran. من میخوام که صدام رو برسونم به مخاطبین ایرانی، و در یک عصر سختی داریم وارد میشیم. چیزی که من فکر میکنم در مورد اون پرواز 752 اوکراین، یک عملیات روانی رسانه‌ای در کانادا توسط بنی برید و سازمان‌های لابیگر اسرائیل و یهود را افتاده. اونها دارن یک حالت در واقع اشتراکاتی که بین ایرانی و امریکایی هست رو میخوان خیلی در رسانه‌ها نشون بدن و میگن که در واقع کانادا باید سپاه ایران رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی بکنه. کانادا باید دقیقاً از مدل ترامپ و نتانیاهو پیروی بکنه. و وقتی که برمیگردیم به بحث کشته شدن ژنرال ایرانی، ژنرال سلیمانی، این موضوع در اون
شاهد این موضوع است. و زمانی که در کانادا شاهد تمام این موضوعات هستیم، من با سازمان لابیگر بنی بلد آشنا هستم که از دانشگاه من رو بیرون انداختن و تلاش کردن زندگی آکادمیک من رو خراب بکنن و نابود بکنن، به دلیل اینکه در کنفرانس اوفونو در ایران شرکت کردم و میدونم که چه جوری عملیات روانی و رسانه‌ای انجام میدن و رویدادهای مختلفی را دیدم در تمام طول عمرم در کانادا. همیشه تلاش میکنن که پای کانادا رو و کانادا در ناتو در رو در عراق باز بکنن و تلاش بکنن که کانادا وارد عراق بشه. عمر ناتو بیشتر از عمر من هست و در واقع یکی اومد گفت اسم این رو بذاریم ناتو می، یعنی ناتو در میدل ایست، در خاورمیانه، در غرب آسیا. و این حرف که ترامپ میزنه در خصوص حمله به 52 نقطه فرهنگی در ایران و سایت های فرهنگی در ایران، باید بدونه که اینها سایت های فرهنگی جهانی و بشریت هستن. اون فرد اصلا نمیفهمه که داره چی میگه. من در واقع اسم این رو میذارم این محور شرارت جدیدی که ترامپ در رهبری میکنه. مدیر سابق موساد هم در خصوص همین صحبت کرده بود، برای اینکه بتونه با نفوذی که در سیاست مدارهایی در امریکا و کانادا داره این پای امریکا و کانادا رو باز بکنه به خاورمیانه و باعث ناامیدی ما بشه. و نگاه میکنم به شهادت جنرال سلیمانی و این یک جنگنده مقدسه. تمام مردم جمع شدن برای اون، چرا که اسرائیل سالها و سالهاست که داره این ایده رو میگذرونه و اینجوریه که سالهاست این ایده داشته پرورنده میشده و الان انجام شده. این ایده امریکایی و ایده ناتو هم همینه. ایده اصلی از اسرائیل اومده و اعتقاد دارم که پرواز اوکراینی که بهش به اشتباه شلیک شد میتونه یک در واقع حمله سایبری مستقیم از سمت اسرائیل باشه و که میتونستن یک پیام بدن که این یک هواپیمای مسافربری هست. و همینطور در مورد موشک هایی که خورد به هواپیما ها، میدونیم که اسرائیل فرستنده امنیت سایبری هست و از لحاظ تکنیکی و فنی در اینترنت خیلی قوی هستن و فشار و در واقع فشار میارن روی اینترنت. علیه روسیه هم استفاده کردن این کد رو. این پرواز اوکراینی که توسط تلامفسکی مالکیتش هست که اصلا شهروند اسرائیل هست و در همین پرونده بایدن در اوکراین و استیضاح ترامپ هم پاش باز شده، این پرواز اوکراینی باید یک بازجویی دقیق در موردش بشه، باید یک پرونده درش در موردش باز بشه و در مورد نقش اسرائیل و همینطور در مورد کشته شدن و قتل جنرال سلیمانی در بغداد، همه اینها باید در موردش بازرسی و تحقیق بشه. اینجا آیا جنگل هیچ قانون بین المللی نیست؟ فقط ایالات متحده و اسرائیل که به ما بگن ما چیکار بکنیم، مثلا به عنوان کانادا و به ایران. وقتی به ایران نگاه میکنم میگم که ما باید خودمون از طرف خودمون یک پرونده باز بکنیم، اما در مورد جنایت بغداد هم باید یک بررسی بشه و یک پرونده حقوقی باز بشه و یک پرونده قضایی که مشخص بشه که بشریت داره به کجا میره. ما باید متوجه بشیم که این محور ناامیدی که اصلش برمیگرده به 11 سپتامبر، که این محور شرارت و که محوری که امریکا محوریتش رو داره، زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد برای ورود ایالات متحده و غرب به خاورمیانه،
در واقع نقش سعودی ها رو ما دیدیم در تخریب در واقع برج های دوقلو سعودی ها بودن و دروغ هایی که گفته شد در مورد 11 سپتامبر. در 2003 بحث سلاح های کشتار جمعی در عراق رو شاهد بودیم که رسانه ها لحاظ روانی یک عملیاتی رو داشتن انجام میدادن و دروغ بزرگ 11 سپتامبر که پایه و اساس حضور ایالات متحده در خاورمیانه رو و جنگ‌های زیادی رو بنا کرد و این جنگ تقلبی علیه ترور و تروریسم رو که امریکا را انداخت که فراتر از مرزهای امریکا نیروهاش دارن می جنگن. اگر بمب هسته‌ای دارید شما میتونید هر جا بخواید هر زمانی هر کجا هر مکانی یکی رو بکشید و هیچ کس نیاد شما رو محاسبه بکنه و هیچ پرونده قضایی و حقوقی باز نشه. من دارم شما رو از کانادا نگاه میکنم و ایرانی ها رو میبینم. من میبینم که کانادایی ها هم و مقامات کانادایی دارن میگن ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم. پس داعش چیه؟ پس اسرائیل چیه؟ پس القاعده چیه؟ القاعده آیا در واقع مسئول 11 سپتامبر نیست؟ نه، اونها مأمورین ما هستند که ما برای انجام عملیات‌های زیادی طراحی کردیم و تربیت دادیم و جنرال سلیمانی بود که علیه داعش جنگید، علیه اسرائیل جنگید و با این وهابی ها و سلفی های اسرائیلی و حمایت شده توسط امریکا و اروپا جنرال سلیمانی بود که با همه اینها جنگید و خیلی اطلاعات کمی در کانادا هست. افرادی هستن که اصلا در واقع حضور ندارن و نمیتونن متوجه بشن که تحلیل ها چه موضوعیتی داره. من در دانشگاه بودم داشتم تدریس میکردم و من دارم میبینم رسانه های کانادا چجوری دارن این موضوع رو پرورش میدن. سانسور بسیار بزرگی هست اینجا در این خصوص و در مراسم تدفین جنرال سلیمانی سانسور بسیار شدیدی در رسانه ها وجود داشت و اون در واقع اصلا هیچ مخاطب کانادایی نمیدونه در مورد سخنرانی های جنرال سلیمانی و در واقع سید حسن نصرالله که مسئول حزب الله هست سخنرانی کرد هیچ کانادایی نمیدونه، هیچ شهروند امریکایی نمیدونه. سالها و روزها بعد از این واقعه بغداد من دیدم که دارن تلاش میکنن شهروندان کانادایی رو بفرستن به عراق به عنوان نیروهای ناتو. Thank you so much Dr. Hall. I appreciate it and we'll see you a little bit later. خب آجا این یک نمونه صدا یک نمونه. من نگران بودم سکته میکنن آنتونی ها اینقدر هرس میخوره چون ببین اینا هم تنها هستن یه جوری چه ائتلافی باید ایجاد کرد بین ما و اونایی که این حادثه خیلی ها رو بیدار کرده خیلی تکون داده. این به طور کلی وقتی جبهه حق مقاومت میکنه ببین هیچ وقت جبهه باطل در پوشش باطل نمیاد. این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 51 که نهج البلاغه است که اگر باطل بدون پوشش حق بیاد کسی فریبش رو نمیخوره، حق و باطل رو با هم میآمیزن. بنابراین باطل در پوشش حق ظهور پیدا میکنه. عرض کردم همونایی که 150 میلیون آدم رو میکشن و با بم اتم در کمتر از چند ثانیه 160 هزار نفر رو جزغال میکنن میان حقوق بشر مینویسن، مدعی حقوق بشر میشن. همون آدم ها همون آدم های قیافه به تعبیر از جنتلمن میگیرن. ببینید چه وقت مجبور میشه دشمن اون پرده رو کنار بزنه؟ وقتی جبهه حق مقاومت میکنه. وقتی جبهه حق مقاومت میکنه پرده رو کنار میزنه دشمن، وقت ارتقای وجدان برای جامعه بشری پیدا میشه. وجود مقدس سید الشهدا چیکار کردن؟ در یه مقیاس عظیم تاریخی در مقیاس عالم حضرت به حدی مقاومت کردن که دشمن مجبور شد برای رسیدن به مقاصد خودش اون صحنه های زشت رو ایجاد بکنه. به این موجب ارتقای وجدان تاریخی بشر شده. شما میبینید ما عبور کردیم از بنی امیه به راحتی، در حالی که اونا واقعا یه مکر پیچیده بودن. مکرشون از دنیای مدرن پیچیده تر بوده، خیلی ساده نیست مکر بنی امیه، ولی ما رو عبور داده حضرت. این مقاومت جبهه حقه، مقاومت امیرالمومنین،
ما را از جبهه ناکسین و قاستین و مارقین عبور داده. فقط تو عین الفتنه، حضرت چشم فتنه رو در آورده، دیگه کور تو عالم باید را بره. تو تاریخ اقدام میکنه ولی اقداماتش کور با چشم باز نیست. به این مرزم اینه، ما وقتی مقاومت میکنیم جبهه باطل مجبور میشه پرده رو کنار بزنه، وقت ارتقای وجدان پیدا میشه. اینو اثر این ارتقای وجدانی است که توی جامعه بشری پیدا شده. اونایی که واقعا وجدانشون هنوز نمرده، اونایی که فطرت الهیشون هنوز زنده است، برمیگردن. وقت ما باید اینا رو جبهه کنیم، شبکه کنیم که این اقدام بعدی داره اتفاق میفته در جهان. یعنی شبکه مقاومت باید تبدیل بشه به شبکه مقاومت جهانی. از اینا هم یارگیری کنیم، شبکه سازی کنیم، اون روزی است که راحت میتونیم با دشمن در سطح جهانی مقابله کنیم. قطعا و یقینا یک به نظرم یک زلزله، شاید بگیم یک تغییر زمان اتفاق افتاد، یک شتاب زمان. تردیدی نیست، عرض کردم این هم اتفاق، این خون بزرگی که ریخته شد بسیار در نزد خدا با عظمت بوده، و بعدم واقعی که به دنبالش اتفاق افتاد اون بیعت بزرگ از کنم جبهه مقاومت به ویژه مردم بزرگوار ایران یه چیزی رو اثبات کرد که آقا به خصوص روش دست گذاشتن در خطبه جمعه، اون صبار شکور بودن مردم بزرگوار ایران، این پایداری و شکرگزاری نسبت به نعمت رهایی از سلطه مستکبرین و کلمه باطل که مردم ایران واقعا نشون دادن شاکر او هستن، این سرآغاز ازدیاد نعمته. من تلقیم اینه، خدای متعال این ملت بزرگوار رو، این جبهه مقاومت رو انتخاب کرده برای یک حادثه بزرگ در آخر از زمان و عبور از فتنه بزرگ شیطان در آخر از زمان که فتنه دجال و به نظر من همین جریان تجدد هست، ما داریم عبور میکنیم. حالا یه نکته رو من اینجا به بی بی سی بگم که گفته شد. ببینید بالاخره ما وارد میدان جنگ شدیم، ما نباید بترسیم که دشمن از ابزار خودش استفاده میکنه. دشمن استفاده میکنه، بله، دشمن از نفوذ استفاده میکنه، از نفوذ در تصمیم سازی، تصمیم گیری، که حالی بحث پردامنه ایست. دشمن از محاصره اقتصادی استفاده میکنه، دشمن از عرض کنم مهار از طریق دیپلماسی استفاده میکنه، از سازوکارهای جهانی خودش استفاده میکنه، از تهدید استفاده میکنه، و الان یکی از مهمترین ابزارش امپراتوری رسانه ایشه. چرا استفاده نکنه؟ اصلا ببینید من عرض کردم جنگ ما با غرب ایدئولوژیکه، و مهمترین ابزارشون ابزار رسانه شونه. یعنی اونا دینی دارن، میخوان دینشون رو به ما القا کنن. ما اگر دین توسعه رو قبول کردیم به جای دین الهی، به جای اسلام، قطعا اونا پیروزی اقتصادی بر ما پیدا میکنن. همین فوکویاما که انکار میکرد برخورد تمدنی اسلام و غرب و بعد از فروپاشی شوروی نظریه پایان تاریخ رو داد، وقتی بحرانهای اقتصادی در غرب پیش آمد، بلافاصله فوکویاما یه نظریه ای داد، گفت که این بحرانهای اقتصادی ناشی از شکست ایدئولوژیک ماست. خب طبیعی است اونا همه رسانه‌شون رو به کار میگیرن که ایدئولوژی خودشون رو جهانی کنن. وقتی ما دین اونیا رو قبول کردیم، وقتی دنیا پرست شدیم، طبیعی است تسلیم اونا میشیم. اینم عرض بکنم باطن تمدن غرب دینشه. یه موقعی من عرض میکردم 6-7 لایه داره، از ایدئولوژی و دین شروع میشه، بعد فلسفه هاست، بعد نهضت علمیشونه، دانش خودشونو تولید کردن، بعد فناوری و نرم افزاراشونه، بعد ساختارهای جهانیشونه، بعد محصولاشونه، سبک زندگی تمدن ساختن، ولی روحش اون دینه، دین دنیا پرستی است. دین دارن و اون دینشون رو وقتی جهانی کردن کل تمدن جهانی میشه. تمدن اسلامی با دین اونا درگیر شده و اون عمیق‌ترین لایه عرض کنم و پایگاه اونا رو که دینشون مورد هجوم قرار داده، اونا سرمایه گذاری میکنن. چرا به جایی که سرمایه‌شون رو تو کمپانی‌های اقتصادی بگذارن، میذارن تو فیسبوک و امثال اینا؟ چرا برای چی میذارن؟ برای اینکه میخواد دین خودش رو جهانی کنه. وقتی دین خودش رو جهانی کرد، وقتی ما رو هم دین خودش کرد، اقتصادش تأمین میشه. ببینید و روح دینشون هم یه چیزی است. میگن آ اینها مثلا دینی که دارن میخوان ما رو به دنیا پرستی دعوت کنن. درسته، ولی روح دینشون یه چیز هست، پرستش اولیای طاغوته. طواغیت میخوان خودشونو ملت ها بپرستن. بت کده ها هم اونا درست میکنن، ماه و خورشید و بت چوبی و سنگی و امروز بت تکنولوژی و پرستش دنیا رو اونا درست کردن. من معتقدم غرب به کمتر از این که ما اونها رو بپرستیم قانع نیستن. ما باید در مقابل اونها تحقیر بشیم، ما باید سجده کنیم اونها رو. اونا اینو از ما میخوان، به کمتر از این هم راضی نیستن. این امپراتوری رسانه‌ایش رو به کار گرفتن که ما رو تحقیر کنن و ما سجده کنیم غرب و آیین غرب رو. ببینید این تو این جنگ، ببینید ما هستیم
دنیای اسلام وارد یه درگیری عظیم شده و به نظر من امت بزرگوار اسلامی، به خصوص به امت بزرگوار ایران، ملت بزرگوار ایران، اینا نقطه کانونی این سنت الهی و تدبیر الهی در این دوران هستن. دشمن استفاده میکنه از امپراتوری رسانش. ما باید قدرتمند بشیم. این که آقا گفتن قدرتمند بشیم یکیش همینه. و من معتقدم ملت بزرگوار ایران به این اندازه قدرتمند شدن که این دستگاه فریب دشمن اونا رو زمین گیر نکنه. واقعا اگر میخواست این فریب دشمن تو عمق جان ملت ایران بنشینه، نباید واقعه ورز کنم بدرقه شهید سلیمانی اتفاق میفتاد. این جوشش عظیم معناش اینه که این امپراتوری خبر اونا ذهن ما رو مشغول کرده، یه لایه هایی از نیروهای انسانی جامعه ما رو تحت تأثیر قرار داده و ولی عمق جامعه ما به هیچ وقت تحت تأثیر اونا نیست، به موقف خودش بر علیه کل این امپراتوری خبری قیام میکنه که قیام کرد. و ما هم البته نیم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو، اونا به ما ضربه زدن ما هم ضربه زدیم، نمونهش همین است که نشون دادید. ما هم تو عمق استراتژی که اونا نفوذ کردیم از درون داریم با اونا می جنگیم. خیلی تشکر میکنم از جناب شما، جناب امیر باقری. یه نکته میخواستم عرض کنم به عنوان صدا سیما خودمون که همونجور که اشراف دارید اخیراً چند برنامه خیلی حساس و اثرگذار رو تحریم کرد تلویزیون که زنده نمیشه نقش بشه. اصلا حیات تلویزیون با برنامه‌های زنده است، با گفتگوهای زنده است، با نقد و آسیب یابی و آسیب شناسی. که اینا رو شما تبدیلش بکنید برنامه ضبطی، اونم زمانی که آقا فرمودن که الان باید قوی شیم، راه دیگه ای نداریم. در مقابل این حجمه رسانه‌هایی که مریض و مسموم هستن، اونجایی که مردم توجه میکنن اونجاییست که برنامه‌های ما افرادی رو دعوت میکنه مثل خود حضرت عالی توی برنامه زنده، مثل الان که داریم صحبت میکنیم، آزاد داریم صحبت میکنیم. حیات و نفس تلویزیون و برنامه زنده است. این هم امیدوارم مسئولین تلویزیون تجدید نظر بکنن. این نباید الان دیگه مسدود بشه و قطع بشه. نظر شما؟ البته من در صداقت تصمیم گیران صدا و سیما و عرض کنم مسئولین تردید ندارم، ولی از نفوذ در فضای تصمیم سازی هم تردید ندارم. یعنی شک ندارم تو لابی های تصمیم ساز نفوذهای جدی وجود داره. اگر شفاف سازی بشه که این تصمیم ها کجا گرفته میشه و چه کسانی این تصمیم ها رو میسازن، دیگه دوچار این عرض کنم اشتباهات نخواهیم شد. به نظر من تشکر میکنم از حضور گرم شما. خواهش میکنم موفق و مؤید باشین، بازم بتونیم خدمتتون باشیم. تشکر میکنم توجه بینندگان محترم. تا برنامه دیگر از برنامه است، روز و شب شما بخیر. خیلی ممنون.